سهراب نکن خوب. میگن گربه رو باید دم هجله کن. ازم از این فاصله؟ آره دیگه، میخوام نتونی بزنی زیر قولیه. خیلی خوب، وایس خندم من بیاد. بگو بابا تیم تموم شد. خیلی خوب. بگو. من آرزو کامیاب قول میدم که سال دیگه با سهراب افشار ادامه. سهراب زوده. چی میگی بگو؟ خیلی خوب، یعنی قول زوری بدم به؟ باید بگی، من نمیدونم. خیلی خوب، من قول میدم که سال دیگه با سارا افشار. سارا و سپه بین بچه های من فرق نذار، جفتشونو بگو. دوتا؟ آره حداقل. حداقل؟ سارا برای این کمونو بگی عقب، دارم زش میافتم تو فیلم ها. حرف علکی نزن، تو خوشگلترین دختر دنیایی. خوشگل‌ترین دختر دنیا. اوخه چقدر دنیا شما کوچک است. نمیدونم ازت قول میگیرم دیگه که دنیا رو بزرگتر کنم. ولی سارا واقعا بهت بابا بشی ها. بابا سارا. میدونی چند سال منتظر این روزام؟ که چی بشه؟ که با کسی که عاشقشم درباره خانواده خودم حرف بزنم. شما که الان خانواده داری تازه، اونم دوتا. خانواده خودم، خانواده خودمون، من و تو. فکر کن با کلی بچه کل شق. صبح فکر کن اخواب بیداشیم بیان بالا سرمون بگم ما باید داریم شهر بازی. تو هم که غور میزنیم میگه الان نه، اونا هم گیر سپیش که همین الان میخواییم بریم. من بهشون میگم قربونتون برم، خودم میبرمتون، خودم باباتون. از الان تیم شدیم، فقط دیگه در جریان باشید. شهر بازی کله صبح باز نیست. نمیخواد نگران این چیزا باشی، خودم یه دونه براشون میسازم اختصاصی. دیگه داری لوسشون میکنی به نظرم. اصلا دیدی میگن بچه هر چی خواستم براش مهیا کنم. بله. من میخوام هر چی خواستم براشون مهیا کنم، هر چی گفتم براشون بخرم. فقط واسه اونا؟ دیگه بچه های گل خوشگل آرزو چی کار میکنی؟ دیگه رو بازی در نیام، من کلی آرزو دارم. ازم من فکر میکرم فقط من آرزوی تو هم. تو آرزوی محالم بودی، بابا آرزوهای دیگه هم دارم، میخوام بچه ها ببینم. نکن باشه، فقط باید قول بدی که همه چیزو واسه همه مهیا کنی، اولم زنت. تو درست رانندگی کن سالم برسیم، من هر قولی خواستی بهت میدم، قسم میخورم. باشه قول میدم. یعنی تو نمیدونی چی رو بگیم؟ عجب فیلمی هستی تو سهرابا. چی میگی؟ چون مظلوم نمایی میکنی به خبر نداری. از چی با خبر داشته باشی؟ الان متوجه باشی. یه با خودت آوردی؟ بله که آوردم. پیاده شو چی کار میکنی؟ سهراب پیاده شو. چیکار میکنی؟ خیلی خوب شروع کن. چی؟ شروع کن بودو دیگه، مگه بهم قول ندادی جبران میکنی؟ جبران کنم؟ شب عروسی جلو فامیل رود نشد بلندشی، گفتی بعدن جبران میکنم. من جلو فامیل خجالت میکشم بلندشم، ولی اینجا وسط جاده جلو این همه آدم. سهراب چرا جد میدی؟ کدوم همه آدم جاده به این خلوتی؟ به نفت همین الان شروع کنی، بهونه نیا. بشین بریم. جون آرزو، سهراب پای قولت نمونی پا قولم نمیمونم و گفته باشم. عجب گرفتاری شدیم. و خیلی خوب سریع بگیر بریم. سهراب چرا اینجوری میرم؟ آرز زشته، الان یکی ببینه چی فکر میکنه پیش خودش یه آشنا رد شه. آخه سهراب بیا این طرف. چی میگی؟ بسته دیگه، بیا بریم. بیا این طرف، این طرف خوشگلتره، بیا اینجا. خدا قر نزن، بیا برو. ای خدا. آفرین آقا سهراب. آفرین، درست. بی خیال نمیشی؟ نه سهراب درست دیگه. شبیه بابام شدی. آرزو بس کن، یکم برگرد این وری. حالا برگرد سمت من. برگرد دیگه، چرا اذیت میکنی؟ بشین بریم، بس دیگه، آبروم رفت. سهراب برگرد این وری. گفتم جبران میکنم، چه وریشو نگفتم که. اینجوریه، الان خودم میام. آها آقا سهراب،
آفرین قشنگ به چه قرار تای فیلم عروسی مون ازش استفاده کنیم ها. بگیر هرچی دوست داری فیلم بگیر، فقط به هم بگو ته این بیابرویی کجا. حالا یه دونه واسه سارا و سپر بگیرم. برای سارا و سپر نگی بچه، هر وقت این فیلم رو دیدیم بدونید من فقط به خاطر قولم این کارو کردم. ممنون که نذاشتی من از اینجا برم، ممنون که منتظرم موندی. چی میگی؟ میگم ممنونم که اجازه دادی من مطب بسته از دکتر نیست. اگر رو نوبت نداشتی لیستو خریدی؟ الان که نه، اول میریم که بریم. دیگه داشتم میرفتم. آره چه شد منو داشتم نگر خوش شد رفید. این که ارزششو داشته داشته هاشمه در اون بغلت بچه پوریه زرم عوض نشدی. بقیه روشن فکرم فقط من مهم من عجدی ایشی نگه من باید همیشون گرد خندم که دم اومدم برای شکار پیش اومد. بچه هارم تعطیل کم برم به زندگیشون برسم. آرزون اخمه اخمه چی؟ بدم از ساکتو عدیفه مشکلی نی. چه انتظاریه؟ باشم تو این سالا هزار جور قول بهم دادی، فقط ازت میخوام پای یکیش وایسی. دیگه ریخته تو دورو برای اینجور جهان نبینم. به قول دهشت یه سری کار واسه یه سری آدمانی، یه سری جهان واسه هیچ کی. من نمال اینجور کارام، نمال اینجور جا. خیالت راحت. کجا؟ هر جا غیر از اینجا. بریم فقط. خبه فرم آنه. ها؟ نه. چون هاشم سراب راست؟ نه، نه. فو. مرگ هاشم وای سهراب، سهراب تو با من چی کار کردی؟ وای دیوونم کردی. تو هیچی نیستی جز یه غافلگیر کننده. بشین بابا، مگه چاقوی خوشتست باشه؟ فقط تو میدونستی بیندونم این که عاشقشم بر کدومو بخری. ایوان یعنی اگه قرمزشو برات میگرفتم قبول نمی کردی؟ آه فارداز میگی من تقیم رضاه. الو سلام رضا. آره آزاد شد. نه بیرونی منو. چی؟ کدوم؟ ای من دستم به این ایرج برسه. باشه باشه دمت گرم که گفتی. خدافظ. هاشم رضا میگه باید یه سر بریم کارگاه. جون هاشم تو ذوق نزن دیگه، گفتم به چی. ایرج دستگاه برشو خاموش نکرده، در کارگاه بسته. روش نشده به من میگه زنگ زده رضا. رضا که خودش هزار تا گرفتاری داره. اون باشه واسه بعدن، اول نغمه. میگم دستگاه روشن مونده، کارگاه رو بسته. مرغ دیگه پا داره این نغمه نغمه. برو یه تو که پا میریم برش هر جا خواستی میبرمه. سهراب تو از حال دل من خبر داری، میدونی چقدر خونه. فقط تو میدونی اون چند تا روز به من چی گذشته. روزی که حکم درخواست طلاق دادن دست من انگار حکم اعدامم. به جون خودت از غم دوری نغمه من یه شب خوش تو نداشتم. انقدر اسم نغمه رو صدا زدم که اون میشد گفتم مسخره دست همه. هر ور کوفتی رو نگاه میکردم فقط نغمه رو میدیدم.
روزی هزار بار میشوندمش جلوی چشم، فقط ازش میپرسیدم چرا. آخه چرا؟ مگه من اینکه جز اینکه عاشقت باشم کار دیگه ای هم کردم؟ من چه نفسم و بستم به نفست. گفتی برو، رفتم. گفتی بمیر، مردم. هر حرف گفته و نگفته ایو انجام دادم. آخه چرا؟ درست میشه عاشق، درست میشه همه چی. بفرما باشم به کارگاه ایلیاسی خوش اومدی. آروم باش میخواه؟ نه حالی باش سورا نمیدونی شهر دارم واسه اینجا تنگ شده بود. بفرما تلفن جواب بده. بودا دیگه من برم جواب بدم. برو دیگه پکی بره برو بیشینی؟ برو الان قرض میشه یه مشتریت دست میده. این شمایی؟ فرام؟ خب فعلا بسته شد دیگه. آی! همین جای سومه اصلی درد میکنه. آرومتر! کمال! کمال! آه همجوری آه گرده 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 آه. حالا نیده وحشیه کار کدام اصلی بود؟ همه. پیشونی پیشونی. گله کار میکنه؟ من که کاملا بی تقصیرم. همش نقشه اینا بود. اتفاقا تمام اینا تیشه از گوره تو بلند میشه. اینا بدون اجزه تو حق آب خوردن هم ندارم. حالا که میبینی خوردن. تا تو باشی خودتو از ما نگیری آقا هاش. من نوکرت هم بشت ازا این هاشم دقیقمون دادی تا آزاد شدی. نوکرت هم حبس کشیدت هم به جای هندی بازی ها کادوتو بکن که همه همونو برشکت کردی. نیست چیه توش؟ باز با متوجه میشی بازش کنید. روزنامه‌شو ایرج گرفته بقیه شما. داداش کادوی من تو دل کادوی ایناست. مورد دست انداختین؟ چیه این؟ چیه این آخه؟ داداش می‌دونی چرا چنگ شده؟ هاشم ادامه داره. هاشم جان ادامه داره. اینا بعد دیگه نشه. آره، بردن. اینجوری خیال ما هم راحت تره. وقتی میزنه به سر تو بی هوا میری تو جاده بلای سر فکلت نمیاد. جون داش هاشم خیلی دلتنگت بود. منم دلم واسه تک تکتون تنگ شده. قد همین گوجه شده. خودم هم فکر نمیکردم اینجوری شه. گفتم توریستی میرم زندان برمیگردم. ولی وقتی یه روز شد دو روز، دو روز شد سه روز، سه روز شد یه ماه. گفتم آقا هاشم قرار قدیه تیره ایلی
حبس بکشی. لاجرم اینو بده اون وقت بکو بده روی به هنر آورد. به قول عشمت دهشت هنر نزد ایرانیان است و بس. اینا چقدر خوشگلن. به عشق تک تکتون سیغلشون دارن. هر موقع دلم با سر کدومتون تنگ میشد یه دونه از اینا رو برمیداشتم میوردم جونو باش صحبت میکردم. بعضی اخوام دعوا میکردن اینا که همش میگن. مخلص کلام همه رفیقا دور و برم حل بزن. ببین تو جنگلم، جنگل بی قانون و وقا. با آرش چوبی رو بپا. داشت کدومش برا منه؟ تو یعنی اسبه دیگه اسبه. بقیتون هم میدونی خلوه خودتون با کدومش ردیفه هچی دوست داریم بردارم. آروم آروم من همه میدونم. شیر نداری؟ خر دارم. بس تو خر و گوه. خیلی خوب. بس دیگه یللی تللی بس پاشیم بریم سر کار. کار عقبی پاشیم. هاشم کجا؟ ایرج عجله دارم اپه این رو جست خواهیم ریخت و قیافه آفه یه نگاه با سر و وزت بندازی نمیفهمی چرا نمیخواد ببینته داداش نزار این غذا رو هم آوردم ایرج جانم داداش بپا برو غذا رو بگی چشم یه غذا رو میزنیم ما هم دیگه بعد خودم میبرم غذا رو هم که دیر نمیشه مترس بیه فکر نمی‌کردم به این چیزا راضی بشی. با خودم گفتم امپراتوری افشار رو ببینی وا میدی. هم کارگاه رو درش رو تقسیم می‌کنم، بچه‌ها می‌بینن پین خودسیا. امپراتوری خودم مگه چشه؟ الحقم که امپراتوری ساختم. امپراتوری ساختیم. من و تو با هم هاشم. نوکرت خودش. یا خدا، سوپرلاک چرمی یعنی اینجاست؟ باورم نمیشه همچی که داری زندگی میکنی. اونو بقیه ببین تو اینجا یران افشار کجاست؟ یران نباشه تو خواهد خودش هم اینجاست. نه بابا برده برای دل خودش؟ بیشتر اصرار آرزو بود. ما هم گفتی باشه. بدبختی ها. چرا؟ چون هم زن زلیلی هم بابا زلیل. یه بابا زلیل بسه چی؟ و قبول داری زن زلیل. من دهنه تو. تو عجبه مارکیه شیر داریم اصله اون گاز میگیره جکوزی سورو تاب کنار جکوزی بده من ندید بدید بازید نیا بدای من توموس سورو توموس یعنی من گرونتره من اینجا زندگی نمیکنم تو نمونم داره برو بری نه بابا اونو رو نگاه کن تو رو که نمیخواد از خونت بیای بیرون بیام اون اصلا حال کردی؟ سورو با همه چی اینجا من حال کردم همه چیش قشنگه وای از اینو هم داریم یادت بچه بودیم چه از دل اون دوچرخه میخواست پول نداشتیم بگیریم یادت یه بار یه سرخ جمع کردیم بریم دوچرخه بگیریم و رفتیم بگیریم همونو گرون شد و نتونستیم بگیریم آخرش هم نخریم آخر هم نگرفتیم اخ 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 من اینو میخواستم واسه نقده بگیرم یه بریم خوش اومدید داداشم خوش اومدید یالا به آقا سوراخ چه خونه ای درست کردی ای والا خودش رو دوتاش کنه واسه میشه جونه خوش اومدی قابلت نداره خونه خودته آرزو خانم کو هستش میدونه من اومدم آره بابا از ظهر منتظرته آرزو بیا هاشم اومده بله از استقبال گرمشون مشهوده سوراخ خیلی خونه خوشگله قشنگ دلنشینه من تو کف دیزاینشم سهراب سلیقه تو یا سلیقه آرزو سلیقه باباست شیدمان آرزو ایوه
چی میخوری؟ هیچی، دمت کرد. نمیشه که خودتو لوس نکن. این چه باله؟ کی درستش کرده اینو؟ کار آرزوه. در و دیوار خونه رو ندیدیم اگه. ای والا بابا دمش شب. چه سعور شد آرزو. زره تو کار فاضل؟ نگفتی چی میخوری آ؟ نوشابه خنک هست، چایی، قهوه، شربت، کدوم؟ چون آشنه می چی نمیزنم، فقط سهراب چیزه یه صابونی حوله من بدم برم خودم رو بشونم گند در حق گرفتم، خودم رو نمیتونم تحمل کنم دیگه وقت هست دیگه نمیشه چون آشنه می دیر شد همی ارانشم باشو بگیم زودتر عجله واسه چی؟ تو که تازه اومدی خیلی خوش اومدی آقا هاشم ماشاءالله خوبم بودی یا تغییر نکردی همون شکلی بزنم به تخته چی شده؟ چی شده سارا؟ دوباره دوشتو بگیر بیا با هم حرف بزنیم شربتت هم آماده است میخوام هر چی تو این دو سال ویتامین از دست دادی یه جا برات جبران کنم بیا بیا گلو بزن زردالو بزن موز بزن نمیخوای یه قضیه چیه ما اصلا تصادف کردیم داشت از جاده رد میشد این داشت از من فیلم میگرفت من نمیدونم یه ماشین هم کجا آمد زد بهش بعدا این اومد به من بگی؟ چی باید میگفتم خودت هزار تا درد داشت اسبی تو؟ آرزو مثل خواهرم من میمونه درد اون درد منم هست اون که همین امروز هم میگفت بهت نگی آره دیگه اینجوری بهتره اسبی کی باشم من سر پیازم، ته پیازم، خود پیازم اینجوری سنگین تر هستم بی خود نیست میگن از دیده رفت هر اون که از دل رفت از دل برود هر آن که از دیده برفت لپ مطلب باید میگرفتی که نگرفتی حالا حالش خوبه فقط بعضی شبا کابوس میبینه همش خواب تصادف همونو میبینه به قول دهشت یه قصه دارم که تلخ خلقش میخوام بدونی که چیه ربطش میخوام بگم از درد دلامو از تنهایی و بی کسیامو یه مرغ بودیم ما توی قفس هوای بسته نفس نفس بالای خسته با کلی غم همه میخواستن به خط بشن ولی میخوام تو اینو بدونی نغمه آزادی رو بخونی نغمه آزادی رو بخونی نغمه 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 باشو بریم کجا بریم؟ خب یه ویتامین تو بزن میریم خیلی خوب حتما رفتم بیرون میگم هیچ چیزی هیچ وسیله ای نیست خالیه خالیه چرا شما خونه رو عوض کردن آه عوض کردن تو هم نمیدونی آخه من میدونستم تو رو برمی داشتم بیارم اینجا
چرا نمونه میخواد با من حرف بزنه؟ کجاست؟ کجا قایم شده؟ سراب نکنه نقمه تو اون تصادف بودی و به من نگفتی. واسه چه چرت میگی؟ به خدا اگه چیزی بدونی از من پنهونش کنی هیچ وقت نمیبخشمت. آخه چرا باید این کارو بکنم؟ به جون آرزو من نمیدونستم خونه رو عوض کردن. من فقط میدونم محل کار نقمه کجاست. اونو میگه هنوز اگه چی؟ اگه اجازه بدی حرفمو کامل میکنه. اگه هنوز همونجا بشه. معلومه هست چه روزو بد میزنی هست. پیداش میکنه. پیداش میکنه. کجا میری اینی که چطورمون فرار میکنی؟ من تا نفهمم میره شب سرشونو کجا میذارن بیخیال نمیشم. خانم ببخشید من با خاله پوری کار دارم، خانم کلهور همسایه دغری تونن. شما؟ من خواهرزاده شم هاشم. نمیدونم والا، مثل اینکه فروختن از اینجا رفتن. به کی فروختن؟ نمیدونم والا، پسرم میدونه. اگر میخواید باید صبر کنید فردا پسرم بیاد بهتون بگه. دست شما درد نکنه، ممنون. بیا بریم امروز و بیخیال شو، فردا میبرم در خود نغمه سوال کن. اشکال نداره، عوضش هاشم جان بیشتر پیشمون میمونه. دست گلتون درد نکنه. بله. خواهش میکنم. بله. دست شما درد نکنه. آقا هاشم باید بمونن تو جایی که بهش تعلق دارن. قول بدن دیگه سهراب هم تنها نذارن. والا من خودم هم نمیدونم اصلا چی شد. همین جوریه دیگه. زندگی آدم ها به مو بنده. حالا اینکه اون مو محکم باشه یا اینکه نازک دیگه به خود آدم ها بستگی داره. حالا من که خیلی نازک بود، پایه اشتباه زرتی پاره شد. آدم ها ندونسته یه اشتباهاتی میکنن که همون اشتباه هزار توی میشه که همه رو گیر میندازه. بله. بالاخره همه یه روزی تقاس اشتباهشون رو پس میدن. اشتباه تو زندگی آدم ها مثل طوفان میمونه. یا باید بهش تن بدی یا ازش عبور کنی. به هر حال جای شما اونجا نبود. میگن بحر در کوزه نمی گنجد. شما ماشاءالله دل دریاست. من چاکرشم. شما عزیزی. فقط این که یه چیزی هست من ازش سر در نمیارم. این آقا سهراب ما چپ میره راست میره هی میگه هاشم هاشم. چیه چیکار کردید با هم دیگه؟ بگید ما هم بدونیم. امشب برای اولین بار ما دیدیم ایشون از ته دل بخنده دندوناشو ببینیم. والا اونو دیگه من معذورم بگم شرمنده. راز مگوه. به قول دهشت خواهم که بگویم به تو این راز مگو، لکن مگو اون راز آن راز مگو. البته این که نیست قطعا. دهشت که همه جمله رو به تو غلط خوبه خوبه ماشو بریم دیشت ما بایزه رفت از همه شام شام سهراب گفت کتلت دوست داری، کتلت درست کردن. من میذارم بری. اصلا حواسم نبود کتلت داری. من یه کتلته که هاشم تا صبح اینجا زید جا نمیره. به به چه کتلتی بخوری. شما فعلا یه آهنگ دیگه برامون بزنی که دیر اومدی رو جبران کنی. بعدش تصمیم میگیریم بهت شام بدیم یا نه. میدونی که فقط با چه شرطی دوباره آهنگو میزنم. آهنگ تو بزن با منم بحث نکن. ما اینجا میشینیم گوش میکنیم لذت میبریم. پس کنسل. سهراب بخون دیگه. برادرم برادرم این بود. بخون بابا. باشه. مینو جان بنواز. رفیق من رفیق من تو یاری و یاور من. رفیق من رفیق من تو یاری و یاور من. رفیق چه مهربونه درد منو میدونه، بی عذر و بی بهونه قصه برام میخونه. رفیق من رفیق من تو یاری و یاور من. همیشه من برگم و تو ریشه.
سورا. سورا؟ میگم فکرشم نمیکردم پریس جلوم باشه دل و دماغشو نداشته باشم بازی کنم. کارد تولدم بود. به عشق خودت نگرش داشتم و نکردم. بیا با هم بازی کنی. آره جون عمت. بلد نبودی بازی کنی. و یه دفعه هم توی چیزی یاد ما بده. چی ازت کم میشه آخه؟ تو زندان یه یاروی بود. دستش این دفترچه شعر بود. از سلطان غم مادر بگیر تا به سود پدر عاشقی. داستان زندگی ما قصه هر کدوم از این خط خطیاش بود. شاویتش هم واسه من این بود. در این زمانه که شرط حیات نیرنگ است، دلم واسه رفیق با مرام تنگ است. دایی سورا، دلم خیلی وسط تنگ شده بود. ایوه. اصلا تو اگه اون تو بودی من دلم نمیخواست بیام بیرون. خدا نکنه اون زبونه تو باز بگی. به قول دهشت، زغال اسفندت هم رفیق. میسوزم تو چش نخوری. راستی جریان دهشت تو وسط گفتن؟ سورا؟ سورا؟ جریان شمی بود. تا آقاش حرف میزدی میخواهید. چیزی بگی؟ چیزی که چشمم میبینه رو قلبم باور نمیکنه. میتونم کلی ازت گله کنم ولی به خاطر یه چیزی ازت تشکر میکنم. ممنونم ازت هاشم. تو کاری کردی یه شب 100 سال بزرگ بشم. هیچ کس تو دنیا نمیتونست این کار رو بکنه. وقتی به این فکر میکنم عزیزترین آدم زندگیم یه شب همه خوشیامو تبدیل به عزا کرد، پیش خودم میگم دیگه هیچی تو دنیا نمیتونه من از پا در بیار. من نامدم اینجا از عزا وجدانت کم کنم. تو میدونم به اندازه کافی این تو عذاب میکشی. وقتی یکی رو نمیتونی ببخشی یعنی درکش نکردی. من به خاطر همه بلایی که سرم بردی درک میکنم. من همیشه میدونستم خدا یه فرشته نصیبم کرده. این بزرگی تو جبران میکنم، به سرت قسم جبران میکنم. این که به رابطه‌مون یه فرصت دیگه دادی تا آخر عمر مدیونتم نغمه. نیست با هم باشیم. چون تو فرصتشو داشتی به من برگردی. فرصتشو داشتی به هم بگی چه دروغایی گفتی. ولی ترجیح دادی برات یه غریبه باشم. چیزی که به بقیه نگفتی و به منم نگفتی. یعنی من از خودت نمیدونستی. یعنی نمیخواستی با من ما باشی. چی داری میگی؟ جون کندم تو بخشیدم. من اگه با هات بمونم به خودم خیانت کردم. اگه من چی کارت کردم؟ چی شد نقمه؟ چی داری میگی؟ من کنان این تو هم دمه تا اونم هم میدم. تو هنوزم نمیدونی با من چی کار کردی؟ فکر کردی افتادی زندان همه چی تموم شد؟ من لعنتی خودم میشناختم که بهت گفته بودم باید با من صادق باشی. بهت گفته بودم دروغ بیاد وسط رابطمون جا تنگ میشه برای من. من دلم میخواست تو کل دنیا دلم به رفاقت یه نفر خوش باشه. یه نفر. تو یه نفر نبود. نبودی آشان.
حقمه. من تصمیمم گرفتم. نمیتونی جلوم بگیری. حتی اگه این بر باشی. نکن این کار. با من این کار نکن. نابودم نکن. این آخرین باره ای که ما هم ببینیم. پاشو بریم. بلکم آشم ساعت چند نمیگه. بابا هنوز ساعت 6 نشده. سب کن آبدارچیشون بره شرکت. خیلی خب. من میرم تو بیا. لعنت به اتاشه. خب تو مگه آدرس شرکت نمر بلدی؟ کسی کار داشتی؟ بلد با خانم کلهور کار دارم، نغمه کلهور. شما اونجا تشریف داشته باشی، الان بهشون اطلاع میدم.